یعنی شما الان اومدین خونه منو بگردین چون فکر میکنین بچه‌مو خودم دزدیدم؟ نه، من میدونم که بدون حکم قضایی حق ورود به خونه‌تون رو ندارم. ترجیح میدم وقتی اومدین خونه رو بگردین به حکم قضایی باشه. کتی، چرا یه مدت نمیری از این محل تا آب و هوا سیاه بیفته؟ من الان تمام فکر و ذکرم بچه‌مه. بچه‌م نیست، دزدیدنش. تمام غم دنیا تو سینه منه. اون وقت اینا فکر میکنن من خودم بچه‌م رو دزدیدم که بخوام یه آدم دیگر رو سرکیسه کنم. این زخم رو ببین، یکی بدتر از این سال هاست که تو دلمه. وقتی میگی غم داری، غم عالم تو دلته، من میفهمم. تو مردی و مردونگی رو نمیفهمی یعنی چی؟ مروت سرت نمیشه. رفتی دستاتو گذاشتی کف دسته مش نسناس و شهادت دادی که دزدی بچه کار مادر بچه بوده. این حرف به مرغ پختن بگی خندش میگیره. حاجی با خدای خودت خلوت کن و همین حرفا رو یه بار دیگه به خودت بزن. های به حرمت موی سفید حاجی چی بهت نمیگم. هر ریواره بیرون بذار باید بیاد. یه ساعت نیست از اولفتون اومدی بیرون. بیرون! راستاسی که خیلی سرت میشه. بیرون آقا جون! بیرون! بیرون! بفرمان! حیف که به حاجی قول دادم این کارایی نکنم. مثلا اگه به حاجی قول نداده بودی میخواستی چه غلطی بکنی؟ خدای شکرت هنوز کفن محمد خوش نشده، تو این محل هزار تا وکیل وسی پیدا کرد. داری حرف مفت میزنی آقا. حرف مفت تو میزنی. چیه؟ کلو پیشش گیر کرده، خاطر خوش شدی؟ داری حرف مفت میزنی آقا. چشت به مال و منالشه. داری حرف مفت میزنی آقا زری. میخوای چیزی که محمد نداشت تو داشته باشی. داری حرف مفت میزنی آقا زری. حرف مفت میزنی آقا زری. این دختره میخواست اینجوری منو بندازه تو حچر، حالا خودش افتاده تو حچر. نفسشو میبرم. تو هم از فردا برو دنبال زمین ببین میتونی کارشو درست کنی یا نه. خیالتون راحت. اینا هم سرشون فعلا با بچه و این چیزا گرمه. دخترم که دیگه جونی واسش نمونده. باید ببینیم که میتونیم الان کارو درست تموم کنیم یا نه. ها؟ فعلا وایسه. کجا داری میری؟ بیا توی آبی به سر صورتت بزن. نه، با این کار دارم. حالا وایسو ببین. بس برم پزشک قانونی ببینیم. سلام علیکم. سلام. خانم لیلا مشتاقی؟ بفهم. خدمت شما. آسف جزا. حالا که قدم رنجی کردی یا اومدی پیش ما میخوای گپ بزنی، من در خدمتم. اما اگه صحبت از شکایت و نمیدونم رضایت و آشتی کنونه، شرمندم. حرفی نزن که حرف زمین بیفته. پیش جدت و خودت رسوای دو عالم میشم. من یه چیزی به نظرم میاد، جواب. و همینی که زری دنبال اینه که خواهش رو از شما بشنوه. شما اینطور تشخیص میدید؟ والا حاجی خودم هم قاطی کردم، دقیق نمیدونم. ولی باز هر کاری صلاح دیدی همون کارو بکن. ببین اون پسر رو باداشتی بزنی کله منو در داغون کنه. هی چشم قر نمیای. از روزی که این دختر اومده پاک اخلاق دوز شده. اون پسر لات و وادار کردی که دست روی من بلند کنه. این خط، این نشون از همین الان دیگه شما برای من هیچ حرمت و عزت و احترامی نداری. اینم خودت خواستی حاج آقای معتمد ریس سفید. لباس راحت بهش ندادی بپوشه. همیشه با همین لباس میخوابه. ندیدم تا الان اصلا لباس عوض کنم. یعنی کفشش هم میذاره بالا سرش میخوابه. این دخترم بدبختی و مشکلات خودشو داره. خودشو همه زندگیشو وقف داداشش کرده. هر کس دیگه ای جایی بود این بچه رو میبرد میذاش آسایشگاه. ولی این دختر
برادرش همیشه رو دوشش از این بر به اون بر میکشوندش. خدا خیرش بده. خب نگفتی بعضم زنگ بزنم که بیاد؟ نه باش خیلی حرف زدم، قبول نمیکنه. واسه چی؟ بالاخره مجرمه، فراریه، پلیس دنبالشه، میگه نمیخواد واسه کسی درد سر بشه. شاید هم حرف داره. شریف خان الان دو شبه بچه‌مو ندیدم، یعنی کجاست؟ شکمش سیره، گرسنه است، کسی هست بهش برسه؟ آرومه، خوابه، بیداره، یعنی کجاست؟ قصد نخور ماما، قصد نخور دخترم. دیوونه میشن؟ آخه به چه جرعتی؟ چی تو کهلت بود بچه مردم ورشتی آورد خونه؟ نمیدونم نشو جواب. باید یه جواب بدی که من مجاب شم. نمیدونم، من اصلا تو حال خودم نبودم. من نمیدونم اصلا چرا این کار کردم. من اومده بودم در خونه لیلا رو ببینم، بعد دیدم در بازه، اومدم تو. همون موقع هم لیلا تو امامزاده پیش شما بود. آدم بچه رو زدی زیر بغلت آوردی خونه، پس چی شد؟ من بچه پرورشگاهی نمیخوام، من بچه مردم نمیخوام، بچه فقط باید بچه خودم باشه. آخرش شد این بچه داشت گریه میکرد، بغلش کردم اومدم تو حیاط، یه دفعه وسط حیاط نگاه کردم بچه تو بغلمه. یه بچه تو بغلم، میتونی اینو بفهمی؟ پاک فردی، نمیدونی چه جرمی انجام دادی، نمیدونی چند سال برات حبس میبرن، نمیدونی به خاک سیاه نشستی. وای که اگه مردم بفهمن که با جلو پلاسمون برداریم از این محله بریم خانو. نمیدونی چیکار کردی، نمیفهمی تو چه حچری افتادی. احمد بهم نگو نمیفهمی که چه کار کردی. اگه تو تمام این سالا اینقدر کنایه و طعنه از بچه نمیشنفتم، الان کارم به اینجا نمیکشید. یادته وقتی که یه بچه ای رو بغل پدر و مادرش میدیدی چجوری آه میکشیدی و حسرت میخوردی؟ طوری که انگار هیچی تو زندگی نداری. تو نمیدونی چقدر نگاه های مردم اون موقع رو من سنگینی میکرد. تو هیچ وقت نفهمیدی، هیچ وقت نخواستی بفهمی که تو منو همیشه از تو داغون کردی. خدای شکرت باز هم افتاد گردن ما، باز هم ما شدیم مقصر. من خرو بگو، اون شب که در مورد بچه ازت پرسیدم نگو بچه تو خونه بوده ها؟ من دوزاری مفتاد که یه خبریه، ولی نفهمیدم چه خبری. یادته در مورد بچه ازت پرسیدم، گفتی بچه به من چه؟ من هیچ چی نمیدونم، یادته؟ حالا میگفتم و نمیگفتم چه فرقی با حال تو داشت؟ اگه من میدونستم تو این خونه چه خبره، نمیرفتم سر محل گرد و خاک بکنم یا به سیف الدین رو بگیرم، آبرومو به باد بدم. این آتیشی که به پا کردی دامن جفت اون اول از همه میگیره. بد دار زدی که بچه رو از خواب بیدار کردی. جانم عزیزم، میدونم هرچی زودتر باید این طفل معصوم رو رسون دست صاحبش. نه تو رو خدا خسرو. خانمم این که نمیشه بچه مردم پرنومه که برداری بیاری بزرگ کنی. فیلم هندی که نیست، مملکت قانون داره، باید این بچه رو رسون دست صاحبش. یعنی دیگه هیچ راه دیگه این نیست، باید برش گردونی. آره باید برش گردونی، تا اونجا که عقل ناقص من قد میده.
این جرم از اون جرمایی که شاکی ببخشه قانون بلکن نیست. خیلی جرمی سنگینه. کجا میری؟ دارن تو رو از من میگیرن؟ نه شیری چیزی بهش داری؟ امروز زور که رفتم بیرون برای شیر و پوشک خریدم. نگران نباشه. باریکل باریکل من برم ببینم چه خاکی تو سرم میریزم. هواشو داشته باش. میخوام تو رو از من بگیرم. لطیف لطیف چی شده؟ پاش غذا تو بخور. علیرضا شهروندت دمت گرم. میدونم وسط این همه گرفتاری شدم بار روشونهات، درکت میکنم. نمیتونی منو بفرستی دادگاه و زندون، نمیتونی نگه داری. نداداش من، اینجوری هم که میگی نیست. باشو غذا تو بخور. الان گرسنه میری خونه، فردا تو محل میگن علیرضا رفیقش اونجا بوده گرسنه فرستادتش خونه. خونه؟ آره خونه. من و تو هم یاد میگیریم از این به بعد الکی دیگرانو قضاوت نکنیم. باشو غذا تو بخور. لطیف آقا اگه ما احیانا حرفی از دهنمون پریده ناجور بوده شما حلال کنی. شما هم حلال کن. حلال تر نرستی. بفهم بفهم من میرسونم از خیلی ممنون. یه دو قدم پیاده میخوام. بیا دیگه تعارف. نه تعارف نمی کنم، میخوام یه خورده هوا بخورم. هر جور میگذی. با اجازت. خدا پشت منت. بیا 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 چی
شب تمیز شدیم. خوب شد اومدی، الان نوشمندی هم میاد. ببین چه جوجه‌ای برات بار گذاشتم. نوش جون، نیومدم که بمونم. اتفاقا الان احضاریه رفته دم خونه دختره. این پسرم یه چند روزی تو بازداشتگاه باشه حسابی آدم میشه. پسرم آزاد شد. بینر باد بزنم ببینم پسره چی شد؟ هیچی، رفتم رضایت دادم و لطیف و آزادش کردم. مرد حسابی میدونی چه گندی زدی به برنامه‌مون؟ صدات بیار پایین بابا، مثل که تو باغ نیستی، تو محلاتیش به پا شدی که دومن منو گرفته. خب چیکار کنم؟ هیچی آقا، ما این زمین رو نخواهیم، باید کیو ببینیم؟ نخواستیم. پای ما از این بازی بریده. تو اصلا یادت رفته پولی که قرار بره تو جیبتا؟ پول کدومه؟ شایان جون تو نمیدونی من امروز چیکار کردم. رفتم روی پیشنماز محله رو انداختم زمین، حاجی سیف الدین و سکه یه پول کردم. از فردا من و زنم دیگه توی محل جا نداریم، رسوای عالم و آدم هستیم. باز که داری غرغر میکنی زرین. حالا تو باز حرف خودتو بزن. اومدم بهت بگم این پسر آزاد شده، هوای خودتو داشته باش. حالا که اینطوریه خودم میدم پسر رو آدمش کنم. نسوزون کبابا. چرا در بستی؟ میخواستم حالش رو بپرسم. چطوره؟ خوبه. بذاری کم استراحت کنم. استراحت کنم؟ یعنی چی استراحت کنم؟ نصف شبی غلط دیکته نگیر دیگه آقا. استراحت کنه. بریم. بفرم. ای بابا. Thank you.
خیلی عجیبه. من که سر در نمیارم. نه به اون علمشنگی بیرون مسجدش، نه به این کاری که الان برای تو کرده. حاجی من که اصلا در جریان نبودم. خدا رو شاهد میگیرم اصلا راضی نبودم که شما آنچه سیف الدین به خاطر من به زهرین رو بندازید. حالا شرمنده روی جفتتونم. من که کاری نکردم لطیف جان. بنده خدا حاج سیف الدین، اون میخواست بزرگتری کنه که الحق بزرگی هم کرد. حالا خدا رو شکر ختمه به خیر شده، الحمدلله. چیزی شده لطیف جان؟ چیزی میخوای بگی؟ حاجی من دارم از این محل میرم. میری؟ کجا؟ واسه چی؟ نمیدونم دیگه، حال خودم رو نمیفهم. از وقتی محمد رفته شدم همون آدم قدیمی. رو خودم کنترل ندارم، عصبی هم، مشتم همش گره است، فوش و فوشکاری میکنم. خدا رحمتت کنه محمد. محمد که بود همه چی خوب بود، پیشش بودم، انگار دوست داشتم آدم خوبی باشم، با مردم خوب تا کنم، پشتم گرم گرم بود. ولی حالا دیگه اینطوری نیست. آسید رضا، دیگه نگام به ساعت تاخچه نیست که این وقت نماز مغرب برسم مسجد. صبح نمیشم نماز بخونم، اما ازش تو خیابون یقه مردم ها میگیرم. دیگه همه چی سخته. آروم باش لطیف جان، آروم باش بابا. به قول خودت محمد رفیقت بوده، داداشت بوده. قرار نیست با رفتن محمد رفاقتتونم پاک شه بره. محمد رفته لطیف، خداش که نعوذ بالله نرفته. محمد هم اون حال و احوال از اون بالایی داشت. من هر چی داشتم از محمد داشتم. بعضی بنده ها اینجوری هم دیگه، باز حتما یکی باشه تا خوب باشه، اما الان انگار توم یه چیزی نیست. هرچی استارت میزنم روشن نمیشم، انگار باتری خالی کردم. درک میکنم لطیف جان، درک میکنم. چی بگم الان؟ رفیقت دست دادی، صحیح. داداشتو با دسته خودت گذاشتی تو خاک، صحیح. اما لطیف، دنیا تا بوده همین جوری بوده، تو نباید جا بزنی. یه مدت نباشم به نفع همه هست، یعنی اول خودم بعد بقیه. تصمیم جدیته؟ تو بازداشتگاه فکرامو کردم. بقاجی من حال چون خدافزی ندارم. با کاری که آش سیف الدین برام کرده اصلا نمیتونم تو چشاش نگاه کنم. شما از طرف من از حاج سیف الدین و رفقای مسجد خدافزی کنیم. به این حلالم کنم. یا علی. لطیف. شما که بچه معنی و این آدرس رو میشناسی؟ بود
که نتونست مراقب زن و بچت باشه. من اگه اینجا موندم به خاطر تو بود. تو پاگیرم کردی. حالا هم که دارم میرم به خاطر تو. میترسم. میترسم چون هر وقت چشم به چشم زنت میفته جز شرمندگی هیچی ندارم محمد. کاش بودی، کاش بودی، کاش من جاد رفته بودم محمد. دلم به اندازه تمام رفاقتمون گرفته محمد. دلم به اندازه تمام زندگیمون تنگه برات محمد. کاش بودی، کاش بودی، بازم با هم حرف میزدیم، بازم نصیحت میکردی. کاش بودی محمد، کاش بودی محمد. کتی یه ذره صبر کن ببینم چی کار میشه کرد. من باید برم لیلا. نمیذارم. میدونی اگه منو اینجا بگیرن، جدا از اینکه چه اتفاقی برای من میفته، جدا از اینکه چه اتفاقی برای این میفته، تو هم میفتی زندان، میشی شریک جرم. بذار تو آفتاب بالا نیومده مردم بیدار نشدن من برم. یه دقیقه صبر کن ببینم کیه. سلام. سلام. ببخشید موقع مزاحم شدم. دیدم چراغاتون روشن، سر صدا میاد. گفتم چیزی نشده باشه. نمیدونستم آزاد شدی. من واقعا معذرت میخوام، به خاطر من افتادی تو دردسر. شرمندم نکنه نامش. من بعد عرضه میداشتم که از زن و بچه رفیقم مراقبت کنم. چیکار کنم نشد. صورتتون چی شده؟ چیزی نیست. از پریروز تا حالا فکرم درگیره که چی کار میتونم براتون بکنم. هیچ کار. من شهرمنده شما محمدم. کاش میشد بمونم و یه کاری انجام بدم. مگه کجا میخواییم بری؟ نمیدونم، یه جای دورتر. موندن اینجا سخته. بدون محمد دیگه این محله رو نمیتونم تحمل کنم. ولی شما هر لحظه هر وقت کار داشتین خبرم کنین، جلدی میام. اتفاقا خواستم برام یک کاری انجام بدی. هرچی. ولی نمیخوای بدونی چیه؟ هر کاری. بدون پرسیدن؟ گفتم که هرچی و هر کاری. چشم. جناب سرگرد بفرمایید، اینم حکم ورود به منزل. انشالله که دیگه مشکلی نباشه. شما چرا زحمت کشیدین؟ من خودم گفته بودم اقدام کنم. بله، بنده پیگیر شدم کارا زودتر پیش بره. اشکالی داره؟ نه والله. سلام. سلام. ببخشید این موقعی روز مزاحم شدم. اینم حکم ورود به منزل. اجازه هست؟
خواهش میکنم، بفرمید. بفرمید. ولی شما تو رو خدا اینجا رو خونه خودتون بدونی. آخ اینجا رو راحت راحت باشین. رفیق لیلا خانوم قومخش منم هست. شما درد نکنید. خیلی زحمت. رو چشم من جا داره. هر کاری داشتیم بگین. بیرو درواسی. هر کاری داشتیم رو من حساب کنیم. آقا لطیف. شما میدونین من چیکار کردم؟ هر کاری کردین بین خودتون و خداتون. به من ربطی پیدا نمیکنه. من وظیفه‌ام اینه که تو عالم رفاقت و برادری اون کاری که لیلا خانم خواسته رو انجام بدم. نمیخواینم بدونین؟ نه. لیلا خانم میگه درسته. درسته دیگه. اگه هم غلط باشه خدا میذاره به حساب نفهمی و خریت من. من باید برم بیرون یکم خرید کنم. هیچی تو خونه نیست. ببخشید. شما چیزی لازم نداری؟ نه دست شما درد نکنه. آجازه. سلام علیکم. سلام علیکم. لطیف. سلام آجا. سلام. چطوری؟ ممنون. به محض اینکه سید رضا گفت اومدی بیرون جلدی خودم رسوندم اینجا. حاجی به خدا شرمندتم. روم سیاه. نباس اون کارو میکردین. از وقتی شنفتم اصلا جیگرم آتیش گرفت حاجی. میفهمم که چقدر سخته به یه نامرد رو بنویسه. من ناراحت نیستم. خب واسه یه مرد این کاری کرد. ببین آجزا به هم گفت میخوای چی کار کنی. تو پسر مایی، همونطور که محمد بود. تو بچه همین محلی، توی همین محل بزرگ شدی و قد کشیدی و مرد شدی. حالا کجا میخوای بذاری بری؟ آجی نمیتونستم برای شما توضیح بدم. واسه همین آسید رزا گفتم. ببین اون زن پشگرمیش به توه. محمد که نیست. اگه تو هم بذاری بری اون به کل ناامید میشه. اون به یه امیدی پاشده اومده اینجا. حالا تقدیر خدا در این بوده که محمد عمرش به دنیا نباشه. اما اون زن از محمد خیلی چیزا یاد گرفت. از ما یه چیزایی شنفته. اون ما رو دیده که پشت پا زده به گذشته و خانواده و مان و ملالش. حالا روانیست که ما کم بیاریم و جا بزنیم. اگه قراره کسی کم بیاره و جا بزنه و تسلیم بشه اون زنه. اما اون مثل یه کوه وایستاده. تو اون که بوشا لباس خودت یه مردی. کاری نکن که فکر کنه اون چی که دیده و شنفته همش کشک بوده با باد هوا. هستم آجی. چشم. کنار شما وامستم. هستم. تا کی؟ تا وقتی که خسته بشی. تو حق نداری خسته بشی و جا بزنی و ناامید بشی. درش باشی. هستم. اون چه بدم. خدا تو رو از من نگیره. سلام آقا. سلام علیکم. سلام خانم. با نسرین خانم کار داشتم. نسرین نیستش. یعنی نه اینکه نباشه، هستش اما کار داره. آخه امروز قرار بود با هم بریم جایی. باشه من بهش یادآوری میکنم. ببینید حاج آقا من دیروزم اومدم ایشون گفتن شما حالتون بده برو فردا، یعنی امروز بیام. امروزم اومدم شما اینو میگید. بعد شما بفرمایید من میگم تلفنی خدمتتون تماس بگیرم. چرا تلفنی حاج آقا؟ خب بگین یه دقیقه بیاد دم در من. خانم نمیتونه آخه بابا سرش بد فرم درد میکنه، قرص خورده و خوابیده. حاج آقا اتفاقی افتاده، اگه افتاده به من بگید، من به هیچکی نمیگم. آخه چه اتفاقی که شما به کسی بگی یا نگی؟ بفرمایید با آقا رحمانم سلام برسونید. باشه.
بگید باش. یک ساله داری این دختره رو میچزونی، حالا اون وقت من تو اومدم سما بزنم بیاد با این در کاری که با هم شروع کردیم با هم تمومش میکنیم. خیالت را آقا زهری داری تون میری، دهنه رو بکش. من موقعی معذبم که شما شبا تو ماشین میخوابی. من دیگه تو بازی شما نیستم، بخوایم پاپی چم بشی تمام پتت میرزم رو. حالا خوب دن از همه این نظیر سر توه، این همه دعوا رو انداختی که توجه رو به بقیه جلب کنی.